درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید امروز 9 آوان 1. امروز تولد من به دنیا آمدم تا دیکتاتور بجنگم مرگ برای دیکتاتور کارشناس ایرانی آمریکایی ری تکیه با اشاره به شباهت‌های های خیره کننده ایران امروز با ایران سالهای 1356 و 57 می نویسه که انقلاب دوم ایران آغاز شده. این نویسنده در مقاله‌ای که در شماره جدید ماهنامه کامنتری آمریکا منتشر شد از شباهت‌های های قریب 18 ماه گذشته ایران با دهه 1350 میگه مثل تورم بالا، بحران انرژی و گسترش طلبی روسیه و اشاره میکنه که اینک شروع خیزش در ایران اوضاع رو بیش از پیش به چهل و سال پیش شبیه کرده. به ویژه که ایران امروز حاکمی خودکامه مسن و مبتلا به سرطان داره و با مردمی روبه روز که از حکومت او و فساد اطرافیانش خسته شدن. او در این مقاله که در یکی از معتبرترین مجله های روشنفکری آمریکا منتشر شده چنین می نویسه که بهترین راه ترسیم مسیر احتمالی انقلاب کنونی ایران اینه که به انقلاب قبلی نگاه کنیم. او که سابقه کار در وزارت خارجه آمریکا رو در کارنامه خودش داره و در حال حاضر نیز کارشناس ارشد شورای روابط خارجه است اخیرا کتابی راجع به فتنه 57 نوشته که سال گذشته منتشر شد او در تحلیل انقلاب ملی ما به این موضوع اشاره میکنه که پیش از این انتخابهای پویایی در جنبش اسلامی برگزار میشد که با وجود محدودیت های شورای نگهبان همچنان فضایی از فعالیت به شهروندان میدادند او می نویسه که شهروند متوسط هنگام مقابله با انتخاب بین شورش علیه نظامی شرورانه یا انداختن برگی به صندوق رأی که تأثیری معدود خواهد داشت احتمالا دومی رو برمیگزید او یادآوری میکنه که محمد خاتمی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هر یک با وعدههایی انتخاب شدند اولی با وعده هماهنگ کردن بنیانهای مذهبی با هنجارهای دموکراتیک دومی با وعده توزیع منصفانه ثروت و سومی نیز با قول احیای اقتصادی ایران با دیپلماسی هسته ای اما هیچ یک از اینها به موفقیت نرسید او میگه خیزش کنونی نشان میده که آخوند حاکم یعنی خامنه ای ضروری ترین درس سقوط شاه رو فراموش کرده اینکه توده ها گاهی اوقات چاره ای جز شوریدن ندارن اعلام کردن که خط فقر الان 18 میلیونه بعد طرف ماده مصاحبه کرده اینا میخوان انقلاب کنن که لخشن پدر سگ ما لختیم ما میخوام انقلاب کنیم که بلکه بتونیم یه چی بپوشیم این کارشناس معروف در آخرین مقالش می نویسه که انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته احتمالاً مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد. او در فرازی از این مقاله چنین آورده که خامنه ای که به سرطان دوچاره و به فکر جانشینی خود بود کوشید جمهوری را به دست قابل اتکاترین جلاد خود بسپاره و اقتصادش را از تحریمهای خارجی دور نگه داره و این بار حتی وانمودی به رقابتی بودن هم نکردند. و ریاست جمهوری از آن ابراهیم رئیسی شد آتل دست جمعی کمسخن و بیمایه که عمری زندانبان این حکومت بود ببینید رهبری یه ناراحتی مریضی مریضی خیلی مختصری پیدا کردن چند تا پیامک از به ایشون اومد این پیامگا رو من میگم کسی که شفاهی نه فقط پیامگ 400 میلیون 400 میلیون خورده پیامگ اومد جمعیت ایران چقدره این 400 میلیون خداوند چجوری دلهاشو با ایشون کرده کسی با خدا باشه او نتیجه میگیره که تلاش خامنه ای برای تثبیت میراثش باعث شد که جمهوری روند فروپاشی رو آغاز کنه ری تکیه که پیش از این دو کتاب دیگه هم راجع به جمهوری اسلامی نوشته جرقه کشته شدن محسا امینی رو با جرقه سینما ریکس مقایسه میکنه که نقش مهمی در بالا گرفتن جنبش انقلابی در آن دوران داشت او یادآوری میکنه که آن روزها همه تقصیر آتش سوزی سینما رکس رو به گردن حکومت وقت انداختن و گفتن نشانی از اینه که حکومت مردم عادی را هم می کشد. در حالی که بعدا مشخص شد که آتش سوزی سینما ریکس کار اسلامگرایان مخالف شاه بوده. در ادامه این کارشناس به اعتصابات صنعت نفت نیز به عنوان تشابهی دیگر اشاره میکنه و می که خامنه ای که در زمان انقلاب قبلی یک انقلابی جوان بود حتما به یاد داره که این اعتصابات بودن که نظام سلطنت رو فلج کردن و فروپاشی آن را تعجیل بخشیدن و در پایان تکیه میگه که حکومت شاید از این دلشاد باشه که شخصیتی جاذب یا حزبی سیاسی که اعتراضات را رهبری کنه هنوز عروج نکرده او میگه انقلاب به انقلابیون نیاز داره اما اضافه میکنه که هرقدر اعتراضات بیشتر طول بکشه احتمال پدید آمدن رهبرانی که هدایت جنبش رو به دست بگیرن بیشتر میشه. تکیه با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی دیگه وسیله ای جز کشدار و سرکوب مردم نداره می نویسه که آخوندها ضروری ترین درس پیروزی انقلابی خودشون رو فراموش کردند و آن موضوع مهم اینه که ارتش های ایرانیان دوست ندارن که دست به کشدار وسیع مردم خود بزنن و انقلاب جدید ایران آغاز شده حتی اگر هنوز متوجه این امر نشده باشید و این در حالیه که ریتکیه پیش از این و در جریان اعتراضهای مردمی دیماه 1396 در ایران نیز مقاله‌ای در مورد تحولات جامعه ایران نوشت. او در آن مقاله تاکید کرد که جمهوری نکبت اسلامی بحران سیاسی وقت رو پشت سر میذاره و اصلاح طلبها رو از ساختار قدرت در حکومت حذف میکنه و وارد مرحله انتقالی به سوی سقوط میشه تکیه در آن زمان نوشته که دوره سقوط نظام جمهوری اسلامی یکی از سیاهترین دورانهای تاریخ ایران خواهد بود به گمانم یک انقلاب هنگامی رخ میده که مبارزانش به اینجا رسیده باشند که دو گزینه بیشتر ندارن مرگ یا رهایی و ما از نسلی هستیم که هرگز طعم رهایی رفاه عدالت برابری و غیره رو در یک کلام طعم زندگی رو نچشیده اما هر روز و هر لحظه مرگ رو دم و بازدم کرده ما از نسل زنده به گور شدگانیم از نسلی که وقتی یک نفر میمیره همه میگن خوش به حالش که راحت شد زنده به گور شدن در عمق بحرانها و فجایع در فقر و نابسامانی زیستن به ما تحمیل شد اما سالها جنگیدیم تا دیگه نسل سوخته نباشیم جنگیدیم در ظلمات مطلق در جایی که هیچ روزنه نوری نبود برای آگاهی جنگیدیم برای روشنگری جنگیدیم چه بسیار محمد مختاریها وحید و ستارها، ندا سلطانها که در راه روشنگری جان و جوانی دادن تا به اینجا رسیدیم. به اینجا که چند نسل با هم فریاد میزنن این آخرین پیام هدف خود نظامه. حالا چند نسل یعنی نسل ما و چند نسل قبل و بعد از ما به اینجا رسیدیم. یا مرگ یا رهایی و رهایی از آن ما خواهد شد زیرا دیگه هرگز به عقب باز نخواهیم گشت این قیام به انقلاب ختم خواهد شد انقلاب به معنای رهایی از ستمگران و فراتر از این رهایی از هر شکلی از استبداد و ستمگری انقلاب به معنای دگرگون شدن اوضاع از بیدادگری به عدالت از تبعیض به برابری از هرج و مرج به نظم و از فقر و شکاف طبقاتی به رفاه همگانی و در یک کلام از زنده به گور شدن به زندگی آن هم زندگی به معنای واقعی بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش